علاقه و احترام که برای اون در کار هستم و خیلی بیشتر از خودشون برای پدرشون هست. من شاگرد باید بگم که نمیتونم باشون با کار کنم. انقلاب اسلامی آقای متحدی برای این نبود که شاه تقریب و از هیچی قمری شمسی کرد برای این نبود که ما میتونیم شاه بحشا و فساد رو میخواست بشاره بده در جناب آقای متحدی. اگه این رو کرد نسبت به اینکه انقلاب اسلامی برای این چیزا بوده باعث شد که فوج نسل بعد از نسل ما در حقیقت مخاطب جوامون از دست بدیم در رابطه با انقلاب اسلامی. نه، انقلاب اسلامی من خدمت شما عرض بکنم برای چی بود که ما محصول انقلاب اسلامی هستم. انقلاب اسلامی برای این بودش که دیکتاتوری توی مملکت نباشه، ظلم نباشه، فساد نباشه، انتخابات آزاد باشه، زندانی سیاسی نباشه، شکنجه نباشه، مطبوعات آزاد باشن، احزاب و تشکل‌های سیاسی آزاد باشن. انقلاب اسلامی برای اینها بود. منتها شما قطعاً شما خواهید گفت که صبر کن آقای زیباگرام، پس تفاوت این انقلاب با انقلاب دیگری که اسلامی نبوده، مثل انقلاب کبیر فرانسه یا انقلابات دیگر، چون اون انقلاب‌ها علیه اغلب علیه نظام‌های خودکامل استبداد و دیکتاتوری بود. شما میتونید بگید که پس با اسلامیت چه میکنید؟ خیلی روشن جناب اسلام به دلیل تغییر و تحولاتی که در معرفت دینی به وجود آمده بود تا دو سه دهه قبل از انقلاب معتقدم از دهه 20 شروع شده بود، اسلام این قابلیت رو پیدا کرد در دورانی که داشت انقلاب میشد که در حقیقت بگه همه اون امیال و آرزوهایی که شما مردم میخواهید، آزادی میخواهید، میخواهید دین نباشه، میخواهید استبداد نباشه، میخواهید دیکتاتوری نباشه، میخواهید هر چیزی که میخواهید آزادانه خود رو انتخاب بکنید، اینا چیزی که مناقضی با اسلام نداره. جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در سال 57 تبلور این بود که این خواستهای سیاسی، اجتماعی، عدالت، اقتصادی، نفت آمریکا در ایران، تمام اینها میتونید در قالب اسلام عرضه بشید. من میتونم هزاران دلیل بیارم، ولی بزرگترین و بالاترین دلیلی که بیارم مصاحبه های مردم امام خمینی هستش. ایشون از مهر 57 وقتی که رژیم عراق ایشون رو اخراج میکنن، بیرونش میکنن از عراق و ایشون میرن به پاریس، میرن به کوپنهاگ تا 12 بهمن، یعنی مثل فردایی که ایشون برگشتن با پرواز انقلاب اومدن ایران، ایشون ده ها مصاحبه کردن در پاریس گرفتن با سی بی اس، با ام بی سی، با بی بی سی، با خبرنگارهای مختلف، با شخصیت ها و چهره ها و صاحب نظرهای مختلف. نکته ای که در تمام این مصاحبه ها مشترک بود این بودش که حتی آن دولا حکومتی که شما میخواید بعد از حکومت شاه ایجاد بکنید، این حکومت اسلام، جمهوری اسلامی، چون بعضا هم حکومت اسلامی گفته میشد هم جمهوری اسلامی، این حکومت چه ویژگی هایی داره؟ یعنی شما اگر آمار بگیرید که بیشترین سوالی که از مرحوم امام شد در دو سه ماه این بودش که ویژگی های این حکومتی که میخواد بیاد جانشین حکومت شاه بشه چی هستش؟ کمونیست ها توش آزادن؟ زنان و مردان توش برابرن؟ انتخابات توش آزاده؟ احزاب و تشکل های سیاسی توش آزاد هستن؟ مطبوعات توش آزاد هستن؟ خب ببینید امام چه جواب داد؟ دیگه امام که برای همه ما قابل قبول هست. ببینید امام وقتی از امام پرسیده میشد که حکومت اسلامی، نظام اسلامی که شما میخواید بعد از فروپاشی نظام سلطنت در ایران ایجاد بکنید چه جور نظامی هستش؟ و من معتقدم که اتفاقا مردم به این دلیل قیام کردن، مردم به این دلیل انقلاب کردن به دنبال این خواسته ها بودن. متاسفانه ظرف سه دهه گذشته ما این خواسته های اصلی رو که مردم به خاطر انقلاب کردن هی کمرنگتر هی کمرنگتر هی کمرنگتر شده و ما اومدیم نگاه خودمون رو، ایدئولوژی خودمون رو، رویکرد خودمون رو، اثر اینکه حالا ما در دهه 60 هستیم، دهه 70
میکنی چه برداشت میشه از صحبت از سادی چه آزادی نارد میشه و آیا چیز هایی میشه در اون آزادی نارد نه من برداشت میگم شما برداشت که اشتباه هست خب من برداشت بودید من به شما جواب بودم نه ببینید عرض کردم یک مجموعه ای از خواسته ها بود چرا عدالت هم بود به هر حال رژیم شاه به هیچ وجه به عنوان رژیمی که تونسته عدالت رو در ایران پیاده بکنه به هیچ وجه شناخته نمیشد فاصله طبقاتی بود اونجور که اعیان و اشراف در اون وقت کردن به تب میلیون ها ایرانی بودن که نمیتونستن این کار داشته باشن این ها بود مسئله وابستگی رژیم شاه به آمریکا بود مسئله نفوذ اسرائیل در ایران بود همه این ها بود من نمیخوام بگم که نه یه روز صبح مردم بلند شدن گفتن که نه ما آزادی میخواد منتها عرض من این هستش که محل مناقشه اصلی محل نزاع اصلی بین کسانی که مبارزه میکردن مرکز سفر امنیت آزادی مسائل سیاسی و من به شدت مخالف این هستم که بگم اساسا اقتصاد در حال که متعلی یه جوی اقتصاد رو مختصر نبوده من اصلا میخوام یه مرحله برم جلوتر من میخوام رسما به عنوان کسی که اصلا کارش در سیستم انقلابی ایران بگم که در نتیجه بالا رفتن قیمت نفت و در نتیجه اینکه درآمدهای نفتی ما 4 برابر شده بود من اصلا میخوام بگم که وضع اقتصادی مردم به نسبه در سالهای 57 به نسبت سالهای قبلش اصلا بهتر شده بود ببینید آقای دکتر متعلمی خیلی حرفه من دارم میگم وضع نسبی جامعه ایران به لحاظ اقتصادی اصلا بهتر شده بود در سال 57 من نظر آقای دکتر متعلمی دارم من چه که در جنبندی من باشد دارم کنم 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 کنم